سلام او درناوی په تیر لندکی 15 تر 14 کلن تاریخ پورې هغه مهال چې حزب اسلامی د افغانستان د وو ګوندونو په منځ کې یو له هغه ګوندونو چې د کابل نیولې بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تنظیمی جګړو په نامه مشهور شوی او حتی په ډیرو مواردو کې پر هغوی باندې بیلابیل تورونه ولګیدل د جنگی جنایتونو نمونه یادونه وشوه او بالاخره د حزب اسلامی د رهبر ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا، روسیې او حتی ملګرو ملتونو په بیلابیلو لیستونو کې شامل شو. کله یوې خوا پرې د تروریست ټاپې لګول کېدې، نو له بلې خوا بیا پرې د هغو تحریمونو له امله چې د دغو هیوادونو او سازمانونو په منځ کې موجودو د سولې پر وړاندې هم خنډونه ایجادول. خو ګلبدین حکمتیار په پایله کې دا پرېکړه وکړه چې له افغانانو سره به په ځانګړې توګه حکومت سره به د سولې خبرې اترې پر مخ وړي. د دغې فیصلې په پایله کې ولیدل شول چې نن بالاخره له یوې اوږدې او له بحثونو ډکې مذاکرې په پایله کې ګلبدین حکمتیار کابل ته راوګرځېد او تر دې وروسته به په نورمال ډول هغه ډول چې تر دې وخته پورې ښکاري په افغانستان کې سیاسي چارې پر مخ وړي. خو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د سولې سره یو ځای کېدل طالبانو ته څه پیغام لري؟ د طالبانو سره د سولې مذاکرات څومره ممکن دي او که چیرې ممکن وي نو د طالبانو له کوم رهبر سره باید خبرې وشي؟ د طالبانو رهبر چیرې دی؟ مشرتابه یې څه ډول فکر لري؟ او آیا د سولې هوډ د دوی په منځ کې شته که نه؟ دا تل پاتې مسلې دي او نن هم پر همدې مسایلو تمکیږو خو مقایسه کوو او دا په پرتله کوو چې حزب اسلامي او طالبان له کومو اړخونو له یو بل سره تفاوت لري چې اوس له دې وروسته د طالبانو لپاره هم دغه زمینه مسایدېدی شي او که نه. راسره په سټوډیو کې همدا شیبه د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صاحب محمد آصف باکتاش او تر څنګ یې د کابل ولایتي شورا غړی سید نقیب الله هاشمي دي. تاسو دواړو ته ډېر ښه راغلاست او ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منل ده. آقای هاشمي، اگر ما به شکل مقایسوي پیش بریم، طوری که یادآوری کردیم، تفاوتی که بین حزب اسلامی ګلبدین حکمتیار و طالبان وجود دارد چی است؟ به نام خدا، سلام از ادب خدمت شما، خدمت جناب بکتاش، بینندگان محترم تلویزیون. ما ابتدا میخوایم که به مردم عزیز بگویم که در افغانستان صلح خواست نه بلکه نیاز و ضرورت مردم افغانستان بوده که امروز به این نتیجه رسیدیم. ثمره جنگ اگر طالب است، اگر حزب اسلامی است، اگر مردم عزیز افغانستان است یا حکومت است، همه چشیدن. هر خانه یک شهید داده، هر خانه بیوه و یتیم پر است، هجرت ها را دیدن، همه چشیدن. همه به این نتیجه رسیدن که جنگ رای حل نیست، و هر کس که باشه. خب آمدن امیر حزب اسلامی افغانستان تقدیر میکنیم، خیر مقدم میگیم. ما نه، بلکه همه رهبران معظم جهاد، سیاسی، نهادهای مدنی همه خیر مقدم گفته و امروز سخت استقبال گرم کردند. امیدوار هستیم که سبب صلح و ثبات دائمی در افغانستان شود و مخالفین دیگه این یک پیغام برشان باشه، اونا همطور صلح بین افغانی رو شروع کنن بدون وساطت خارجی، تا همطور که حزب اسلامی یک استقبال گرد از طرف مردم عزیز، از طرف حکام، از طرف دولت مردا، از طرف نهادهای مدنی شدن، امیدوار هستیم که اونام همچنین شدن. در چند نقطهش ما باورمند هستم که اگر طالبا همیقن فکر کنن بهترین گزینه و بهترین راست، اگر آزادی افغانستانه، اگر ثبات افغانستانه، اگر منافع اولیای کشور میخواین به مو خاطر میگن ما جنگ میکنیم، بهترین گزینه امیر است. چند نقطه را در صلح حزب اسلامی ما خودم که امروز شاهد بودم از زبان امیر حزب اسلامی افغانستان شنیدم و از زبان رئیس جمهور شنیدم. یک وعده به حکومت داد که در تامین سال سخت کوشا میباشیم. وعده بسیار قاطی و محکم که ما آمدیم یگانه پلان و برنامه ما ایست که صلح. خیلی معذرت میخوایم آقای هاشمی، پیش از اینکه بحث به ابعاد دیگه بکشانم، ما میخوایم تفاوتهایی که بین حزب اسلامی ګلبدین حکمتیار و طالبان وجود داره روشنتر شوه. آیا طالبان میتونن مثل ګلبدین حکمتیار از این الگو استفاده کرده و پروسه صلح افغانستان بپیوندن یا خیر؟ بالکل یک چیز کار است: جرأت، شهامت، اخلاص. اگر واقعا قسمی که حزب اسلامی بدون کدام امتیازه به خاطر صلح و ثبات در افغانستان، به خاطر منافع اولیای کشور آمدن که هیچ امتیازی نخواستن و آمدن گفتن ما صلح میخواییم، اگر طالبا همچون تصمیم قاطعی بگیرن اشکالی نداره. چرا؟ حزب اسلامی تنظیم است که در وجب وجب خاک افغانستان نفوذ زونا است. حزب اسلامی 50 سال قدامت و سابقه داره. حزب اسلامی کس است که در سقوط
اشغال روسا سخت کوشا بودن و اونا کسانی بودن که در صف مقدم جنگ بودن. وقتی که اینقدر مؤثریت حزب اسلامی داشت طالبا آنقدر ندارن. امروز طالبا به چند دسته تقسیم شدن. خب بهترین گزینه اورایی است که طالبا غیر از این نمیتونن بدیلی بگیرن، چون آمدن حزب اسلامی با پروسه صلح یک جا شدن و مذاکرات بین الافغانی ثابت ساخت که ما افغانا از طریق صلح بین الافغانی میتونیم به نتیجه برسیم. تفاوت هایی که دیده میشه، حالا گلبدین حکمتیار بارها پیش از این که با پروسه صلح بپیوندن و رسما بیان توافقنامه با حکومت داشته باشن، با رسانه ها تماس داشتن سالهای پیش، حتی تقریبا 8 سال یا 10 سال میشه که اونا بودن در صحنه و همه اعضایشان هم میفهمیدن تقریبا که رهبرشان وجود داره و اگر از آدرسشون چیزی میایه حتما تناقض نداره و صحبت های خود رهبر حزب اسلامی است. در طالبا آیا این مورد مشترک یا وجه مشترک وجود داره که اونا یک رهبری داشته باشن و چقدر در این حال خودمختاری و ارادی از اینا در این پروسه مهم است؟ یک بخش میگرده به خود حکومت افغانستان و ما و شما و رسانه، یکی میگه بچه به طالبا. حزب اسلامی رو شما ببینین که قبل از این دمی رسانه ها میگفتن که خیال است و محال است و جنون است که در پروسه بیارن. میگفتن هیچ عقل سلیم کار نمیکنه که امیر حزب اسلامی افغانستان در افغانستان بیاد. اکثر ها میگفتن یک موری سخته است. وقتی که آله عظمت و بزرگی و تعداد و نفوس دیدن، برنامه را دیدن، آل میفهمن که یک چیزی بوده. آل برمیگردیم به این که طالبا حاضر قیاس اگر ما حکومت صادقانه جمع همیر حزب اسلامی افغانستان همه طور گفته که برای مخالفین دست دوستی و برادری دراز میکنیم که جنگ رای حل نیست، دشمن ها ما را جنگ منازه، چوب و سخت جنگ ما افغاناستیم، از این کار نکنیم ما که ما اگر بگیم چوب و سخت جنگ کسان دیگه است خارجی است، نه، هر جایی برین در اونجا چوب و سختش مردم عزیز افغانستان است. اگر صادقانه طالبا بخواین هیچ اشکال نداره، مرجیش منبیش در جایی که سخنانی میشه میتونن بگن ما من رئیس یک نماینده مردم کابل خاموش ننشستیم، هر وقت تلاش کردیم که پروسه صلح باید ما تلاش کردیم که صلح به موفقیت برسن، ما با بسا کسات تماس گرفتیم، اونا میگن مرجیم داریم، جایم داریم، ما به دولت بی باور هستیم. تا بال طالبا به دولت بی باور بودن، عطا حزب اسلامی که در پروسه داخل شد اونا فکر کردن که این پروسه به انجام نمیرسه. وقتی میگیم طالب ها یعنی کی؟ رهبری باید وجود داشته باشه، کی؟ این رهبر، اگر یک رهبر ملا هیبت الله فعلا رهبرشون هستن در اونجا میتونن تماس بگیرن. در قطر عملا نماینده از وجود داره، در دبی عملا وجود داره. میشه شما باور دارین که در قطر نماینده های مستقیم طالبان است؟ یعنی تا جایی که ما معلومات داریم از اوضاع کنونی افغانستان و هر فرد افغان، هر مسلمان افغان باید تلاش کنه که دیگه خون افغان نریزه، چوب سرخ افغانا نباشم. ما که معلومات داریم، ما که پرسان داریم، با بزرگاش که میگیم، اونا میگن که حداقل باورمند نیستن که دیگه حکومت با ما وفادار و صادق باشه. اونایی تو فکر میکنن که این پروسه را غیر از اینکه تا که امریکایی ها حوکی نکنن اینا نمیتونن. وقتی که دیدن که حزب اسلامی افغانستان حیاتش جرعتمند داره، سوال بعدی ما از شما آقای هاشمی است که چگونه به حزب اسلامی فضای اعتماد مساعد گردید و دایی هر دو طرف حکومت افغانستان و حزب اسلامی چی رول را ایفا کردن؟ سوال بعدی ما است، پیش از این برمیگردیم با آقای بکتاش. دکتر صاحب، کله چې موږ د حزب اسلامي او طالبانو د سولې پروسه او د هغوی یعنی طالبانو احتمالي راتګ ته ګورو چې دوی ورته یو اقدام وکولی شي، امکانات یې څومره دي، نور مسایل غواړم دې مسلې ته وروګرځو چې د حزب اسلامي د 2012 حتی تر هغې وروسته 14 او تر 2014 پورې هم په ځینو مواردو کې افراطي نظریات د خپله ګلبدین حکمتیار له دریځه راتلل، خو نن موږ ولیدل چې دغه افراطي نظریات نن په یو ډېر آرام په یو ډیر دیموکراتیک رول باندې تر ډیره بریده بدل شي وو. طالبان هم دغه حالت کې دینن چې له افراطیته کار اخلي، د هغوی عملیات او د هغوی هر ډول بریدونه او د جهاد تر نامه لاندې فعالیتونه په افغانستان کې څنګه کېدای شي چې یو پیام طالبانو ته مستقیم د دې ور انتقال شي چې یو لاره د سولې هم شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا نیوز درنو لیدونکو تاسو ته، ښاغلی هاشمي ته سلام و احترام لاند کوم. بعد از کمه چه کومه غوښتنه چه طالبان لرل ده مذاکرات و ده پاره
هغوی یو مقدار شرایط وضع کړي وه د ټولو خارجي قوتونو حضور بې قید و شرط حضور دا تقریبا هغه شرایط دي چې ګلبدین حکمتیار هم بله. څو کاله مخکې درلودل کاملا کاملا زه ستاسو سره موافق یم او دا حکومت غیر مشروع کنه او بالاخره د حکومت سره دوی حاضر نه مذاکره ته کینی او د هغوی غوښتنه داوت په مسلې یو خبره اضافه شي ګلبدین حکمتیار په 2012 کال کې په اګست کې له پاکستاني ورځپاڼې سره مرکه کوي ورته وایي چې جهاد د افغانستان د جګړې یوازینی حل لاره تر هغه چې یو بهرنی سرتیری هم وي دلته نو په افغانستان کې حل لاره نشته ولی نن موږ ګورو چې څه ډول یو وضعیت دی طالبان هم په دغه حالت کې دي اوس څنګه ګلبدین حکمتیار راغی وایي طالبان دغه لاره تعقیب دلیل داده چه خاقل حکمتیار ده نتیجه تورسیده چه پا افغانستان که ده جگلی دوام پیچ صورت ده افغانستان پا گتن نده پا ده جگلی که افغانان گتن که ندی افغانان بایلدون که دی او ده جگلی دوام ده افغانستان و ده افغانان و دخمنان رو پا گتن ده نو زکر ز فکر که آمد چه ده تاریخی نتیجه تورسیده آسی پا تیر که ما ده صحبت وارده ده آخرینی صحبت رو نه پا تیر که دی ویل چه ده جگلی دوام پا افغانستان که پیچ صورت افغانستان پا گتن نده یعنی دی عملا ده چلوی کال جنگ و باران که ده نتیجه تورسیده لچه جنگ ده افغانستان ده قضیه ده هل لاره نده یعنی پا جنگ نشکی دوام خبر داده چه ده جنگ دوام ده خارجیان و ده حضور ده پاره ده اغوی ده حضور ده تداوم ده پاره و پلمک دلیسی که چیر جنگ ختم سی ده خارجان ده حضور ده پاره هست راز پلمن پاتی که گی او که نتیجه که با دی مجبوری گی چه افغانستان ترکی با وست که کم خبر چه طالبان لری زه ده اسلامی گند و ده بلاخره ده طالبان ترمنز کم تفاوتون چیزی وینم اول خو پا کل که یو خبر باید قبول که چه اسلامی گند پا کل که دوده غری ده افغانستان ده ملتی و برخده دغه راز طالبان هم افغانان دي به استثناء د خارجي برخه چې دوی په ترکیب شامل ده نو ټول افغانان دي هغوی هم د افغانستان د ملت یوه برخه ده او افغانستان د ټول افغانانو ګډ او مشترک کور ده په دغه وطن کې د جنگ دوام زه په ښکاره طالبانو ته وایم چې بالاخره دا د خارجیانو د حضور دپاره یوه بهانه ده او آن پلاوس ووس که خاقل ترامپ اداره غوالی چه پا افغانستان که خپل قوتونه دیر کی دلیل هم داده چه در اوراج پتیر دل سر دلتا ده بحران عباد توسیه یعنی او پلمه موجوده ده یو پلمه موجوده ده ووس طالبان باید اصولا ده نتیجه تورسی که پا کم تناسب چه دلتا جنگ کشتی دیگی پا غت تناسب خارجانو تا بانه پیدا که گی چه خپل یعنی لند یو جمله که جواب راکی طالبان کولی شید گلبدین حکمتیار لاره تعقیب او تر سور راو رسی کاملا که ټول خو اوس چې کله دوی دا کار هم کولی شي که طالبان دا کار نه کوي نو ستاسې په نظر هغه څه چې باید رامنځته شي لکه د ګلبدین حکمتیار سره یو دا چې ګلبدین حکمتیار هیڅ ډول تقریبا شرطونه خپل ونه منل پرته له هغه بندیانو چې پرون یو وړمه ورځ آزاد شول له دغسې یو حالت سره کولی شي طالبان راشي ځکه هغوی لا هم پر خپلو پخوانیو مسایلو ټینګار کوي څنګه کیدای شي له دې تیر شي لومړی پوښتنه لنډ ځواب دوی به دې نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان قضیه له کاغذ ښاغلی شنیغه ته اشاره وکړه د جنګ د لارې دا قضیه نه شي حلېدلی په څلور لسیزه کې د افغانستان قضیه د جنگ د لارې حل نه شوله سرانجام هر جنگ بالاخره د یو پای ټکی لري د پای نقطه لري د پای نقطه دغه ده چې موږ افغانان یو او افغانان په خپلو منځونو کې باید سره کښېني بین الافغاني مذاکرات او بالاخره که دوی دا مذاکرات ډېر معتقد نه دي دغه مذاکرات د ملل متحد سازمان تر نظارت لاندې د طالبان او دولت خود ګلبدین حکمتیار سره دغه ډول یو څه نه و دا نه وه د هغوی خپله په وینا او د حکومت په وینا چې بشپړ افغاني شکل یې درلود بالاخره پایله نه دا یو مثبت خبره ده دا یو مثبت خبره نن ته ما د ښاغلي حکمتیار نه واورېدل چې ویل موږ په اقتدار کې سم نه غواړم موږ وزارتونه نه غواړم خپلواکه دي طالبان او اراده لري چې دوی سولې ته یو راشي کنه لنډ ځواب د افغانانو په حیث که چیرې دوی د وطن ښېګڼې غواړي د افغانستان ملي استقلال ارضي تمامیت ملي حاکمیت ملي ګټو ته معتقد وي که استقلال هم ونه لري دوی باید دا تصمیم ونیسي دا استقلال حاصل کړي او بالاخره مذاکرات ته حاضر سي جنګ تر کړي او څو په افغانستان کې د خارجیانو د حضور دپاره لومړی شی که ستاسې له خبرو چې څه موږ اخیستلی شو اراده لومړی مهمه ده څنګه دا اراده اوس طالبانو کې رامنځته کیدلی شي په داسې حال کې چې دوی هر څه هم لیدل طالبان د ترکیب د لحاظ یو متجانس ترکیب نه ده
منګه ګولو ګورو چې الته د یو ډل د ملا رسول ته رهبری لاندې کار کوي، بل ډل د ملا هیبت الله ته رهبری لاندې کار کوي، بل ډل د حقانی ته رهبری لاندې کار کوي، او نورې ډلې هم احتمالا وجود ولري. دا متجانه نامتجانس ترکیب په کل کې موږ نسو ویلی چې شاید دوی ټوله د ومني، دوی ټوله د دا سوله ومني، ولی حداقل هغه طرفونه چې دې نتیجې ته رسېدلي که دا فرض کړو چې تاسې وایئ چې دا ټولې ډلې ویشل شوې دي، ملا هیبت الله تقریبا اوس منل شوی دی د ډیرو په منځ کې، د ملا رسول په ګډون آیا دا ټولې ډلې به د هیبت الله هرې غوښتنې ته لبیک ونوي که نه مخالفتونه به ایجاد شي او انشعابونه به منځ کې راشي او درزونه به ډېر شي؟ انشعابونه خو اوس وجود لري. دا خو جلا که چېرې ووایي چې موږ سوله کول غواړو زه راځم، که سوله کول غواړو دوی بیا کېدلی شي او هیات د درې واړو ډلو یا څلور پنځه ډلې چې دي د دوی نه یو ترکیب جوړ شي او یو هیات په وجود کې د راسي د افغانستان د دولت سره د مذاکرات پیل کړي. ښه خبره درګرځم آقای هاشمي، وخت صحبت میکنیم از فضای اعتماد به خاطر صلح. یگانه چیزی بود که طی سالهای گذشته وقت صحبت در مورد گفتگوهای صلح با طالبا به میان میامد همین مسئله برجسته بود که شما یادآوری کردین. اراده حکومت افغانستان در این مورد چیگونه میبینین؟ چرا این فضای اعتماد به وجود آورده نشد و در پهلوی آن جامعه جهانی بخصوص امریکا در این مورد آیا اراده داره که همچون یک فضای به وجود آورده شد یا خیر؟ ببینین حزب اسلامی از طالبا که سخت‌تر بود، حزب اسلامی قدامت زیادتر بود، در جهاد افغانستان رول عمده و مهم بازی کرده بود. اینقدر مردم که بی‌باور به حزب اسلامی بودن در قبال صلح با طالبان بودن. طالبان را خود میگفتن یک 10 سال است که پیدا شدن یا 15 سال. حتی طالبان حزب اسلامی را میگفتن امی لحظه که مذاکرات شروع کردن میگفتن که به کمک آیسا یا داخل شدن، در حالی که امروز حمید حزب اسلامی میگه که اول ایران گفت که باید در کشور ما تعرض تجاوز باید نکنی، مداخله باید در کشور ما نکنی، بعدش طرف پاکستان صدا میکنه که در کشور ما باید مداخله نکنی و کسانی که مخالفین هستن باید تمویل تجهیز نکنی، در امار باسازی باید چه میشه، و بعد اعلان میکنه که هر کسی که ولو داخلی و خارجی باشه به خاطر نجات افغانستان از بحران همکاری کنه دست برادری با برش دراز است، هم خارجی هم داخلی. اما اگر تصور داشته باشیم بعضی از منابع طالبا که فعلا در کابل وجود دارن و با حکومت در یک تفاهم صلح قرار دارن، آقای ضعیف هستن، آقای متوکل هستن، همچنان در کشورهای عربی معتصم آقا جان هستن، اینا افراد برجسته گروه طالبان بودن در وقت حاکمیتشان، حالا اینا تاکید بر این دارن که فضای اعتماد وجود نداره. اگر وجود نداره چرا حکومت افغانستان تا حال این فضا را به وجود ناورده و آیا اراده ازی است به شمول حکومت افغانستان جمع جامعه جهانی در رأس هم امریکا که باید این فضا به وجود آورده شود؟ نخست بسیار خوب است، هر چیز تجربه ثابت می سازه، تجربه حزب اسلامی و امیر حزب اسلامی ثابت ساخت که از پروسه صلح دولت با قاطعیت دفاع میکنه، حمایت میکنه، حاضر قیاس جامعه جهانی حمایت میکنه. شما ببینید پروسه صلح حزب اسلامی شروع با حکومت کرد با وجود که بین الافغانی بود. آقای هاشمی حکومت حزب اسلامی میگذاریم، میایم اساسا سر طالبان. طالبان آیا فضا را حس میکنن که او را میگیم فضای اعتماد یا خیر؟ و در این مورد مسئولیت های حکومت افغانستان، جامعه جهانی و امریکا چی بود؟ امی تجربه حزب اسلامی ثابت ساخت که طالبان اگر واقعا صادقانه از خلوص نیت مذاکره بین الافغانی را شروع کنن، حکومت استقبال بسیار گرم میکنه، با وجودی که استقبال میکنه صادقانه همکاری خود اعلام میکنه. جامعه جهانی آزر قیاس چون اونا تابال بی باور بودن میگفتن که حزب اسلامی حتما این پروسه به اتمام نمیرسه، حالا اونا هم قانع شدن که حداقل حکومت هم غیر از رای صلح کدام بدیلی نداره. طالبان هم در طول مدت شما میبینید که یک ولایت اگر میگیرن پس میگیره، از جنگ هیچ امکان نداره که طالبان حکومت چپه کنن و بالخواست حال که حزب اسلامی با اونا در پروسه صلح یک جای شدن، طالبان فکر میکردن که حکومت صادقانه کار نمیکنه، ما باید با امریکا صحبت کنیم. حال ثابت شد که حکومت اراده داره، سخت قوی اراده داره، میتونه که خودش مذاکرات پیش ببره و او را جامعه جهانی حمایت کنه. بسیار زیاد تشکر. اوست گلبدین حکمتیار بیلگ موجوده ده. د
د فضا د اعتماد فضا موجوده او خغلی ډاکټر صاحب شمی صاحب وای دغه بیلګنه طالبان هم استفاده کولای شي چې راشي ورته حرکتونه پیل کړي ولیدل شول چې بهرنۍ کړي په کېل نه حتی ګلبدین حکمتیار اوس په تور لیست کړي ولې سولې سره یوځای شو او دلته حکومت هم مکلف دی چې دغه مسلې ته د تفاهم لامل ژمن پات شي طالبان کولای شي دغه لار باندې اوس راشي ځکه د اعتماد فضا مسله هم دغه ځای کې اوس روښانه کیږي ډیره کاملا زه د طالبانو په دریس کې هم یو مقدار نرموالی وینم په تیرو کې دوی د خارجي قوتونو بې قید او شرطه خروج غوښته ولې په اوس کې د ځینو منابعو نه چې زه اطلاع لرم او ما سره دوی تماس لري دوی وایي چې د هغوی په موضوع کې دا نرمش راغلی ده چې کیدلی شي یو تقسیم اوقات جوړ شي او د یو تقسیم اوقات په اساس د خارجي قوتونه افغانستان ترکي دا یو مقدار دغه تیر د دوی د تیر دریځ سره تفاوت لري آن زه ویلی سم چې ضرور ده په اوس کې په داسې یو میکانیزم باندې کار وسي چې هغه د طالبانو او د افغانستان د دولت او نه تنها دا دوه طرفونو په مجموع که د افغانستان په قضایه او که داخلي ټول اړخونه په هغه باندې توافق وکولی سي او بالاخره د کله چې دا ټول موارد په پام کې ونیول شو چې طالبان رهبري هم پیدا کیدلی شي اعتماد فضا د ګلبدین حکمتیار راتګ ته په کتو یو بیلګه کیدلی شي اوس کله چې موږ ځو یو تقریبا دوه کاله شاته ولاړ شو نو د مری ناسته د ټولو په ذهن کې راځي په مری کې د طالبانو سره لومړی او وروستۍ ناسته وه چې افغان حکومت استازو د طالبانو استازو سرسره کړه ورپسې دفتن د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو چې دوه نیم کاله وړاندې مړ شوی دی یا دوه کاله دلته دغه مسله چا رابرسېره کړه دلته غواړم ستاسې نظر په دې مورد کې ولرم چې د امریکا رول څنګه ارزوي په دغه مسله کې که چیرې بیا د طالبانو سره مذاکرات کېږي او دغه ډول یو پروسه مخته ځي یو بله لوبه رامنځته نه شي منګ هم دا تشویش لرو اتفاق نه تنازه ټول افغانان دا تشویش لري ټول افغانان په افغانستان کې د سولې امن او ثبات غوښتونکي دي او غواړي دا جګړه چې هره ورځ پکې موږ په حدود 40-50 تنه په متوسط ډول دلته ژوند له لاسه ورکوي زخمیان کېږي شهیدان کېږي کونډې یتیمان یعنې تاسو فکر کوئ چې امریکا کولی شي ممانعت ایجاد کړي بیا هم متحده ایالات اصولا باید مرسته وکړي د دغه جګړې او بحران ظاهرا هم نن واشنگتن خپل دریځ دلیل هم داده دا جګړه دوی پیل کړي دا جګړه باید دوی پای ته ورسي او بالاخره د افغانانو سره د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي او هم آقای هاشمی آیا امریکا میخواهد با طالبان بالاخره مذاکرات شوه و اونا هم مثل حزب اسلامی با پروسه صلح بپیوندن یعنی اگر امریکا بخواهد با طالبان مذاکرات کنه در حقیقت نتیجه نمیگیریم و به دیدگاه خودم زمان مذاکره ما نتیجه میده که بین افغانی شروع کنن اگر از طریق امریکا یا از طریق روسیه یا کشور اگر تصور کنیم که به شکل بین الافغانی هم بود امریکا میتونه تخریب کنه پروسه را اگر از طریق اراده تخریب دا... اگر ما اراده قوی داشته باشیم امریکا در ابد نمیتونه تخریب کنه که در بین ما افغان ها خود جور باشیم اگر ما جور نباشیم تخریب کرده میتونه وقتی که ما صادق باشیم اداده قوی به خاطر صادقانه کار کنیم اشخاص متجرب اشخاص دلسوز دمی پروسه کار کنه 100% موفق میشیم اگر مثل از حزب اسلامی آیتش بسیار قوی دلاور شجاع از حکومت بودن بهتر سپتا سینم دیر زیاد تمنا کنم دشغورن دمیل خوزخ پنه مانندگی بیا هم دل بزیر کور موادان طالب چنن په سنگر کې پروت دی رهبری په خوا هم یو ور تکرار شو چې موجود نو خو دوی له کوم ادرسه په کوم اعلامی او د طالبانو د امیر په اصطلاح له ادرسه په جهاد باندې بوخت په افغانستان کې د بربادیو انتحاری بریدونو او چاودنو سلسله دوی څه ډول او د شاه په امر جاری وساتله او نن چې په سنگر کې پروت دی او د حزب اسلامی د سولې له پروسې څخه هم خبر دی او دلته له تود هرکلیو هم خبریږي نو د طالبانو د ټوپک زور بل څنګه رامنځته کیږي طالبان څنګه کولی شي بیا هم دا روحیه پیدا کړي چې موږ نشو کولی سوله وکړو دلته اراده موجوده نه ده فضا نشته ده او دا ټول موارد د ګلبدین حکمتیار پر راتګ سره آیا دوی ته نوازی کیږي پس از خبر پای ته رسو ښه وخت